آدمی یک زندگی است و هر زندگی یک قصه. برخی قصه ها اما به هزار و یک دلیل پیچ و تاب و فراز و فرودشان بیشتر و خوانششان ضروری تر است. Zero and lift off. و دکتر فیروز نادری یکی از همین آدم هاست. مردی که سیارکی به نام خود دارد. خوشبختانه به زمینم برخورد نخواهد کرد. سیاره نادری، هرچند میگوید فقط 10 کیلومتره. او که نامش با ناسا و مریخ گره خورده، از روزهایی برای من میگوید که هنگام فتح مریخ و در میان شوق همکاران از اتاق بیرون رفت تا در خلوت ستاره‌های عشق از چشمانش بیرون بزند. اونجا دیگه آره دیگه عشقا پایین اومد. خیلی یه چیز خیلی پرسونال هست. او که لحشه شیرین شیرازیش با باد سبا و نام زیبای ایران گره خورده، از سیاره‌ها که میگوید چشمانش برق میزند، چرا که برای او بالا رفتن برای بهتر دیدن پایین است، دیدن زمین. زندگی او را با ما دنبال کنید. به به، سلام آقای دکتر. سلام، احوال شما؟ مرسی، شما خوبی؟ خوبه، شما رو تو لس آنجلس می‌بینیم. خوب هستین؟ مرسی، شما چطوری؟ خوب. روز قشنگ آفتابی جنوب کالیفرنیا. چه جایی هم قرار گذاشتید زیر آقای تروا؟ بله، این سیمبل دانشگاه یو اس سی هست. یو اس سی همون دانشگاه یونیورسیتی آف ساوثرن کالیفرنیا هست که جزء 20 بهترین آمریکا هست، به خصوص توی رشته‌ای که من اینجا درس خوندم. من اینجا لیسانس و فوق لیسانس هم گرفتم 48 سال پیش. واو. من البته بین لیسانس و فوق لیسانس 2 سال کار کردم، برای که حقیقتش اینه که پول لیسانس من و پدرم فامیلم داد و دیگه نمیخواستم بعد از اونم باز اونا پول بدن. اینه که برای دوره فوق لیسانس 2 سال تقریبا یک شهری هست شمال لس آنجلس به اسم سانتا باربرا رفتم، اونجا 2 سال توی یک کمپانی کار کردم، یه مقدار پول جمع کردم. چجور کاری میکردین؟ کاری مال مهندسی برق بود. 60,000 دلار فقط شهری هست بدون کتاب و جا و فلان اینا. یعنی این بچه‌ای که ما الان داریم اینجا میبینیم که شما گفتین حدود 50,000 نفر. بله، دانشجو. بله. اینا همه این مقدار رو میدن؟ خیلی هاشون هم روی اسکالرشیپ هستن. من جمله من موقعی که اومدم اینجا و مقدار پولی که جمع کرده بودم کافی نبود، بنابراین برای یه بورس که از طرف دولت آمریکا بود از اون تقاضا کردم و اون قبول شد. بنابراین دوره فوق لیسانسم و با پول خودم و این بورس تموم کردیم که تصمیم گرفتم برم برای دکترا. و خب اون یه دوره 4 ساله است و 100% من بورس تحصیلی میخواستم. باز اونم از دولت آمریکا یک مؤسسه هست که پول ریسرچ میده، از پول اونها تنظیم شد. دقیقاً چرا شی خوندین؟ یعنی دکتراتون در چیه؟ ببینید، مهندسی برق پوشش خیلی زیادی داره. بله. من واز دیجیتال ایمیج پروسسینگ. اون اوائل تصویرهای دیجیتال رو که ما چیز میکردیم برای مخابرات آماده میکردیم که میفرستادیم، باید بندویتشون رو درست میکردیم، ریستور میکردیم، ترمیم میکردیم. این رشته جدید بود برای اون موقع؟ برای اون موقع جدید بود. بله. برای اون موقع دقیقا جدید بود. منتها دیگه سال آخر که سال 1975 بود، من تصمیم گرفته بودم که برگردم ایران. خب اون موقع دانشجوها که برمیگشتن یک تسهیلاتی برایشون فراهم میکردن که اگه میخواستن یخچال ببرن، ماشین ببرن، فلان اینا، گمرکی نگیرن ازشون. من یه پول بیشتری میخواستم برای که خرید اینا رو بخرم با خودم ببرم ایران، کجا زندگی آغاز کنم. اونو من از سازمان رادیو تلویزیون ایران زمان شاه اون موقع درخواست بورس کردم و 1 سال رو به ام دادن. تعهد کردم که به جای این 1 سال
سه سال برم براشون کار بکنم. موقعی که رفتم، ولی که من سربازی نرفته بودم، بنابراین شش ماه اول ما رو بردن پادگان و اونجا بودیم. بعد که من در اومدم تو خود تلویزیون نرفتم، یه قسمت پژوهش داشت، رفتم اونجا کار کردم. ولی یک سازمانی ابداع کرده بودن به اسم سازمان سنجش از دور که ماهواره عکس بگیره و منابع طبیعی، کشاورزی، آبیاری، غیره اینا رو بتونن از تصاویری که گرفته میشه اینا استفاده بکنن که منابع طبیعی رو اداره بکنن. من شدم مدیر فنی این سازمان سنجش از دور. دیگه سال 1979 که تعهد من هم تموم شده بود به این سازمان، خورد به این برنامه انقلاب. و حقیقتش این که یه مقدارم گفتن که اینجا دیگه جای برای پابرهنه هاست و برای شما ها نیست که. و سال 1979 دیگه من برگشتم به لس آنجلس دوباره. دیگه الان 42 سال تقریبا میگذره که برنگشتم ایران. اتفاقا خیلی دلم هم میخواد، ولی در هر صورت این جریان نتونستین برین یا نخواستین برین؟ نشده برین؟ میدونم که نباید برم. بله. خب آقای دکتر، این دانشگاه وقتی میگین خصوصیه یعنی چی؟ یعنی اینکه ایالت آمریکا بودجه اینجا رو تامین نمیکنه. ولی اصلش اینه که خیلی از کسایی که فارغ التحصیل شدن از اینجا و بعد پولدار شدن، خیلی هاشون برمیگردونن و یه هدیه زیادی، میلیون ها دلار به این دانشگاه میدن و توی سالها این پول جمع میشه و این پولی که جمع میشه اینا توی بورس میندازن و اون سرمایه‌ای هست که این دانشگاه باهاش کار میکنه. چند تا دانشگاه داره اینجا؟ حقوق، بیزنس، ام بی اش خیلی خوب هست، پزشکی، دندان پزشکی، فیلم و تقریبا تمام مهندسی های که وجود داره هست و کامپیوتر ساینس. عجب محله زیبایی آقای دکتر. محله کوچیکی هست به اسم پاسیفیک پالیسیدز. راه پیمایی هم میکنید با این دورو برام؟ بله، من اینجا حالا میریم نشونتون میدم. از خونه من تا این صخره بالای دریا در 12 دقیقه است، ولی یک دور هست که تقریبا میشه 5 کیلومتر. من مثلا یک ساعت راه میرم. این روزا که دیگه کتاب خوندن شده، کتاب گوش دادن. چه کتابایی رو گوش بگویین های دکتر؟ اول که یه مقدار زیادش پادکسته، مباحث جدید علمی، مثلا درباره هوش مصنوعی صحبت میکنن. به خاطر که تکنولوژی اینقدر زیاد پیشرفت میکنه، شما بعد از که از دانشگاه میایین بیرون، اگر که مرتب خودتون رو آگاه نگه ندارین، بی سواد میشین. 4-5 سال بعد از سرعت داره میگذره. بله. از خونم که میام، از این راه میام که اینجا دریا رو میبینین و غروب‌های خیلی زیبایی داره. عجب جوی زیبایی آوردین آقای دکتر. همونجوری که بهتون گفتم، این تقریبا 12 دقیقه پیاده از خونه من هست. بله. این اقیانوس آرام هست که البته امروز خیلی آرام نیست. بعضی شبا که ماه شب 14 هست بزرگ، شب تاریک مثلا ساعت 12 اقیانوسی که نگاه میکنین یک رنگ نقره‌ایه به خودش داره، صاف مثل آینه. من حدود 30 ساله اینجا زندگی میکنم و ورزشم اینه که از خونه بیام و این مسیر رو راه برم و یک ساعتی. 58 سال آمریکایی، درسته؟ بله. 30 سالم هست که این خونه دارین. چند سال ناسا بودین؟ ناسا هم 36 سال بودم. 36 سال؟ بله. میگم خب میرفتم یه خدمت دیگه، سن که بره بالا خدمتم با همه چیز میاد. اولین کارتون بود رفتن در ناسا؟ خب میدونین که گفتم موقع که برگشتم ایران، 3 سال توی سازمان سنجش از دور اونجا کار کردم.
موقعی که برگشتم به ایرانی 58 بود. اونجا من به خاطر تحصیلی که داشتم یا میتونستم برم کارخونه هایی که کارهای فضایی میکنن ولی بیشتر کارهای اسلحه‌ای هست علاقه نداشتم. بنابراین جای دیگرش نسا بود. اومدم اولین کاری که کردم رفتم اونجا مصاحبه کردم، بلافاصله قبولم کردن. نسا هم به خاطر که شاید بعضی از شنونده هاتون ندونن یک جا نیست، مرکز نسا توی واشنگتن دی سیه، منطقه اون کار مالی و اداری میکنه. بعد 10 شعبه داره توی جاهای مختلف آمریکا که هر کدومشون کار به خصوص میکنن. شعبه که من توش کار میکنم اکتشافات منظومه شمسی، بله، و سفینه های بدون استرونات. ما روباتیک کار میکنیم، استرونات کار نمیکنیم. دیگه 36 سال اونجا ماندم و من اصولا هر 5 سال یک بار تو خود نسا تو هم جی پی ال کارم رو عوض میکردم. به مجردی که میدیدم دیگه برام راحت شده همه چیز، عوض میکردم. گفتم بهتون که من یاد گرفتن رو دوست دارم، بنابراین خودم رو مینداختم توی یه کاری که واردش نبودم به اون صورت، مجبور شدم یاد بگیرم خیلی سریع، برای که همه از من جلو بودن. موقعی که میخواستن مدیریت بالا توی جی پی ال پیدا بکنن، عقب کسی میگشتن که تقریبا تمام کارهایی که این سازمان میکنه یک کسی کرده باشه. دیگه من خودم رو تو اون موقعیت قرار دادم. میدونم که یک سیارکی رو اصلا به اسم شما ثبت کردن، درسته؟ بله، سورپرایزم کردن. شبی که قرار بود که بازنشسته بشن یک مهمونی دادن، یه عده‌ای بودن از نسا و غیره اومده بودن و یک لوحه‌ای به من دادن، حالا توی خونم هست نشونتون میدم. اول من نگاش کردم متوجه نمیشدم که این چیه، چرا به من دادن. بعد متوجه شدم که مسیر اون سیارک هست که به من دادن، اسم سیارک رو گذاشتن نادری. و خوشبختانه بعضی این سیارک ها مدارشون طوری هست که احتمال برخورد به زمین هم دارن، ولی این شکر خدا به کلن نداره. راجب ناسا چند تا سوال برام پیش اومده که میخوندم که یک مرکز ایندیپندنته. یعنی چی ایندیپندنت؟ ایندیپندنت یک سازمان دولتی هست. آها. یعنی بودجه رو همونجور که شما میگین یه چیز بین 20 تا 25 میلیارد دلار سالها بودجهش هست. البته خاص بعضی وقتا هم میگن که چرا ما یه دفعه که ماه رفتیم 50 سال 60 سال پیش دیگه نرفتیم، به خاطر اینکه گرونه. یعنی اون موقع که ما رفتیم ما تقریبا 6% از بودجه کل آمریکا رو میدادن به نسا، الان 0.5% میدن. از 6% به 0.5%. چرا تحقیقات کمتر شده یا؟ نه، بلکه اون موقع دلیل اصلی رفتن به ما این رقابت با شوروی بود، ولی حالا دوباره شروع شده این، شاید دفعه بیشتر هم به خاطر رقابت با چین، بلکه چین حالا خیال داره بره. این دفعه میخوان که بگن که the first woman. خوبیش هم این هست که 14 نفر رو انتخاب کردن، 7 مرد 7 زن و یکی از 7 زن ایرانی هست. شانس اینی که مثلا اون اولین زنی باشه که پا روی ماه بذاره اونم امکان داره، یعنی شانسش یک از 7. 7 نفر خانم هستن و مسلما یکی از این 7 نفر خواهند بود. بله. یک سوال دیگه که در این باره دارم آقای دکتر، وقتی که مریخ و اون اتفاق افتاد و سیاره نشست و شما مسئولش بودین، چه حسی داشتین؟ من یادم میاد اولی که نشست، CNN هم اونجا بود و داشتن فیلم برمی داشتن اینا، نشست و اعلام کردن که سالم نشستیم. برگشت به من گفته که پیروز الان CNN داره فیلم برمی داره و تو داری گریه میکنی. و من زدم بیرون از اون سالن کنترل، زدم بیرون رفتم توی هالوی. اونجا دیگه آره دیگه اشکا پایین اومد. خیلی یه چیز خیلی پرسونال هست. بفرمایید. بالاخره امروز دانشگاه رفتیم، دریا رفتیم، حالا دیگه ویلکام. آره دیگه ویلکام تو مای ویلکام تو مای هوم. بله، همونجوری که گفتم حدود 30 ساله که من اینجا زندگی میکنم. بفرمایید. آقای دکتر خونه تون هم شبیه که از این سیاره هاست.
اغلبش کار نقاشای ایرانی هست. آره، حالا من نشونتون میدم، این کار خانم زهره پرتوی هست. این همون چیزی که گفتید. آره، این اون در حقیقت سیارکی که اسمش نادری هست اینجا هست. چرا روش میگه سیارک بزرگی که؟ مدارش بزرگ هست ولی خودش 10 کیلومتر بیشتر نیست. سازه کوچولو گفتم. بله، که اینجا که ماه باشه و بعد مرکوری و وینوس و ارث و خوشبختانه به زمین هم برخورد نخواهد کرد. بله. دیگه از کارهای دیگه اینه که مال کار خانم بیتا وکیلی هست. یکی که ممکنه براتون جالب باشه این عکس اینجاست که این عکس حقیقی هست از سفینه کسینی، اینو از زحل گرفته. منطقه اینقدر به زحل نزدیک بوده که قرص زحل رو نمیبینین. بعد اون خط سیاهی که میبینین تمام رینگ های دایره های دور زحل هست که از بغل دارین میبینین، بنابراین به عنوان خط صاف واسد. اگه بیانسین بالاش نگاه میکردین تمام اون رینگ رو میدیدین. دیگه این ور چیزای جالب، اونجا اون یه دونه عکس از آقای کیارستمی دارم. اون بله، بله سیاسفید. میدونین که وامی ساد موقعی که برف میمد، روز بعدش که آفتابی میشد میرفت و سایه درخت‌ها رو می‌گیرید. مثلا اینه که الان شما می‌بینین، این خود ساقه درخته ولی این انعکاس برگای درخت هست روی برفه، که یه سری از این کار داره که خیلی زیبا هست. این چیه آقای دکتر؟ این عکس خودم هست، اون 3 سالی که رفتم ایران بعد از PhD گفتم توی ایران بودم، یه سفر رفتیم کلاردشت. چقدر زیباست عکس. بله، این عکس توی کلاردشت گرفته شد. اینجا این عکسه که فکر کردم که جالب باشه براتون ببینین. این اگه نمیدونم یادتون باشه یا نه، روح و فرصت رو که ما نشوندیم، اینا نزدیک سطح مریخ که شدن یک کیسه بادی باز شد، دوروبر خودرو گرفت، بعد یه طناب رو بریدیم و این افتاد به سطح مریخ و مثل بسکتبال شروع کرد باونس کردن. بعد از تقریبا 25 تا باونس وایستاد. حالا این چیزی که اینجا میبینین، اون دفعه اول که به شتاب به این ماسه های نرم جای خودشو گذاشت و بعد قلط خورد رفت پایین تر، دیگه اونجا باز شد، خودرو اومد بیرون، بعد برگشت سر جاش و این عکسو خود خودرو گرفته از جای اون. اینم از جوپیتر گرفته شده، سفینه گلیلئو گرفتتش، که من البته چاپش سیاه‌سفید چاپش کردم، خودش رنگی هست. اونم ماهی از جوپیتر هست به اسم یوروپا و احتمال زیاد ما میدیم که احتمالاً زیر سطح یخزدش زیرش یک دونه اقیانوس هست که فکر میکنیم توی اون اقیانوس احتمال بیولوژی وجود داره. واو. اینه که ما اول داریم میریم دو سال دیگه یه دونه سفینه میفرستیم که عکس بگیره روش، بعد یه چند سال بعد از اون میریم در سطح این ماهواره میشینیم و بعد یعنی ماه، و بعد در آخر سر یک چیز نوکلیر میاریم که با حرارت نوکلیر اون یخ و آب بکنه بره توی اون اقیانوس، که این مثلا توی 10-15 سال آتی انجام خواهد شد. خوب آقای دکتر، تا اینجا کلی زندگیتون رو مرور کردیم و رفتیم به سیاره‌های مختلف و این حرفا، ولی اولین سیاره که شما روش زمین اومدین کجا بود؟ من توی خیابون فردوسی شیراز به دنیا آمدم. سال اول و دوم یک دبستانی بود به اسم ابن سینا، اونجا رفتم. بعد بقیه ابتدایی رو یک مدرسه‌ای بود به اسم دبستان نمونه، اونجا رفتم و یک سال از دبیرستانم، یعنی سال هفتم دبیرستانم، مدرسه شاپور رفتم. بعد از کلاس هفتم دیگه پدر مادرم من رو گذاشتن توی یک مدرسه شبانه روزی توی تهران. اون موقع هم من پدر مادرم از هم جدا شده بودن، فکر کنم که اینم یکی از دلیلش بود. اون شبانه روزی توسط کشیشای ایتالیایی اداره می شد و خب ما
تقریبا دیگه تمام وقت اونجا بودیم. مثلا فقط جمعه ها میمدیم بیرون و میرفتیم حالا سینما یا یه جایی. با وجودی که باز من قسمت تینیجرم و توی ایران بودم، ولی توی جامعه ایران نبودم، بیشتر توی اون محیط. ولی بعدها برگشتید برای همون یکی دو سال بعد که برگشتم، ولی موقعی که دبیرستان رو تموم کردن 18 سالم بود که دیپلم گرفتم، و یکی دو هفته بعد از اون من از ایران اومدم بیرون که اول یه توقفی داشتم توی لندن اون تابستون، بعد دیگه آمریکا که برای فوق لیسانس و پی اچ دی که صحبتشو کردیم دیگه. بعد از که دکترا تموم شد، همونجوری که بهتون گفتم، 3 سال برگشتم ایران. ولی ایرانی که من میشناسم از اون 3 سال هست که خب میرفتیم شمال، میرفتیم شیراز، میرفتم تهران، میرفتم اصفهان. این قسمت از ایران رو من اون بین 30 و 33 چیز کردم. بنابراین من روی هم رفته 21 سال ایران بودم، 18 سال اول و بعدم 30 تا 33. یعنی الان که به ایران فکر کنین، پررنگ ترین چیزی که میاد جلوی چشتون چیه؟ بیشتر یاد دبیرستان تهران هستن. ما حتی تابستونا که همه دیگه تابستون میرفتن، این مدرسه یک اردوگاهی میذاشت توی نوشهر شمال. بله. و اون تابستونا خیلی خاطره انگیز است برای من، به خاطر که بچه های همسن اونجا میرفتیم، کوهنوردی و شنا و والیبال و فوتبال و غیره. پسرونه بود. بله. برای من توی کشوری به دنیا آمدم که یک کشور خیلی کهنی هست، چندین هزار سال، و بعد توی کشوری زندگی کردم که خیلی جوان هست، 300 سال 400 سال و خیلی از لحاظ تکنولوژی پیشرفته. خودم خیلی خوش شانس میدونم که هم به اون کالچر فرهنگ وابسته هستم، هم به این کالچر. یکی از من پرسید، این مثال رو زدم، بعضی هم منو نقل قول میکنن که تو حالا بعد از این همه سال، حالا 21 سال ایران بودم، 50 خورده سال آمریکا بودم، خودتو بیشتر ایرانی میدونی یا آمریکایی؟ میگم نمیتونم بگم. من شما یه دونه تخم مرغ رو بگیرین و همش بزنین، بعد زرد و سفیده اینقدر با هم داخل شدن که دیگه نمیتونین زرده کجاست سفیده کجاست، هر دوتاش با هم هست. خب امروز که کلی وقتتون رو گرفتی، من الان میخوام ساکت ساکت بشینم به شما بگم اون دوربین چه میگی؟ من این نظر رو همیشه گفتم که میگن ایران یک کشور خیلی غنی هست، از تمام منابع و گاز داریم، نفت داریم، ولی حقیقتش این هست که ثروت اصلی ایران جووناش هستن و باید به اونا رسید. دولت باید خواست اونا رو برآورده بکنه، آتیه اونا رو تأمین بکنه. اینه که ثروت ایران هست، گاز و نفت نیست. بچه های ایران، حداقل اونایی که میان اینجا من میبینم، به قدری با استعداد و باهوش هستن که توی بهترین دانشگاه های آمریکا که میرن هنوز برجستگی دارن. اینه که میدونم که استعداد اونجا هست، فقط باید اون استعداد رو آبیاری کرد و اگر که دولت کوتاهی کنه در این باره، آخر سر کسی که باخت خواهد داشت ایران خواهد.